آرمان جان سلام. سلام آرمین جان، حالت چطوره؟ خوبی؟ مرسی، بفهمی. میخواستم در مورد چی صحبت کنم. الان در مورد جب صحبت کردی، اتفاقا من هفته پیش یه اتفاق افتاد که خیلی جالب بود. هفته قبلش من با یک نفر صحبت کرده بودم، بعد همینجور تو گفتگوهای دوستانه بعد گفت نمیدونم جن فلان اینا، بعد گفتم جن وجود نداره، بعد دیگه بحثمون همینجوری گفت مگه جن رو قبول نداری؟ بعد گفتم نه فلان اینا، همینجوری پیش رفتیم. بعد دیگه کلا ذهنش درگیر شد رفت. یه هفته بعد اومد دم خونه زنگ زد بیا بیرون باید منو چیز کنی، ذهنمو از بین بردی، نمیدونم یه هفته از خواب و خوراک ندارم فلان اینا. بعد دیگه رفتیم بیرون، شروع کردم واسهش در مورد توهم اختیار گفتم، در مورد توهم خدا گفتم، در مورد توهم عدالت گفتم. بعد یه دو سه ساعت همینجوری گذشت، بعد آخرش دیگه خیلی هم مشکلش سر اختیار بود، سر کارما بود. بعد دیگه بعد دو سه ساعت خیلی آروم شده بود، بعد میگفت کاشی یک نفر بود 10 سال پیش اینا رو به من میگفت. بعد خیلی لذت بردم از این که به یه آرامشی رسیده بود. بعد بعضیا که فکر میکنن باید اختیارگرا باشی که هدفمند پیش بری، مثلا آخرش گفت خب اگه همه چی اجباری باشه من چه دلیل داره که مثلا به یه جهت خاصی برم. بعد من بهش گفتم خب من الان یه چیزی میگم که تو مجبور باشی اون کار بکنی. من گفتم من بهت میگم بهترین راه اینه که تو چیز کنی، با توجه به دیتایی که دریافت میکنی بهترین گزینه رو انتخاب کنی و هر اتفاق دیگه ای که افتاد با آرامش قبول کنی، چون شرایط این بوده، تو راه دیگه جزی نداشتی. و یکم فکر کرد و گفت آره این خیلی خوبه، اصلا استرس هم نخواهی داشت چون تو میدونی که بهترین کاری که فکر میکردی رو انجام دادی. ما تو این شرایط من این کار رو انجام دادم، دیگه چیکار کنم. بعد دیگه از این جهت خیلی یهو گفت من چرا این همه سالا انقدر استرس کشیدم، چرا انقدر جامعه منو نمیدونم چه موقعیت ها 40 خورده‌ای بود. آره به راه راست هدایتش کردی، البته به تنها ترین راه، به تنها راه. آره خیلی واسم جالب بود چون سرعتش زیاد بود، مثلا 2 هفته. خب من پارسال بود اینا، یکی از دوستام با هم تماس گرفته بود، بعد گفت یاد 12-13 سال پیش تو کافتریای دانشگاه میشستیم، رو پلا میشستیم، بستنی میخوردیم، در مورد این چیزا صحبت میکردیم، منم بعد از مدت ها بی خدا شدم و فلان اینا. بعد خیلی بعد از مدت‌هاش خیلی مهمه، برای اینکه خیلی فکر میکنن که نه، برای اینکه بعضی فکر میکنن ببین من بحث میکنم با این کسایی که مثلا دین دارن فایده نداره، چی فایده نداره، چون مثلا فکر میکنن 2-3 بار با یه نفر حرف زدی قرار مثلا نظرشون عوض شه. اکثر موقع ها شما فقط دارین یه ذره شکگرایی رو تبلیغ میکنی، یک ذره کم، حتی اگه به شما هم هیچ نشون بده که اصلا هیچ شکی نکرده، این تو ذهنشون این احتمالات نظرهای دیگه تو میمونه و ممکنه بعد از سالها بالاخره یه تأثیر روشون بذاره. یعنی اگه انتظار ما اینه که ما داریم صحبت میکنیم با اینا و اینا نظرشون همون موقع عوض نمیشه، خب آره هممون نامید میشیم، ولی خیلی اکثر کسایی که با صحبت کردن با کسایی که اختلاف نظر دارن باشون نظرشون عوض شده کلی طول کشه. البته این شخصی که شما گفتین الان مثال زدین اولی خیلی سریع نظرش عوض شد، من برام جالبه که این نفر قابلیت اینو داشت که اینقدر
بپذیره نظرهای مخالف خودشو و اینقدر کنجکاو بشه. آره من خودم هیچ تعصبی نداشت به نظر میرسه، همه چی رو بگو ببین. البته آیا مقاومتی هم کرد؟ چون اگه مقاومت صفر باشه ممکنه بدون فکر باشه، بدون فکر بپذیره. ببین من اگه مثلا برم به یه نفر بگم که ببینین مثلا تکامل اینجوری کار میکنه، مثلا بیگ بنگ اینه، چه میدونم تاریخ دین این بوده، بعد اینا رو قبول بکنه فقط به خاطر اینکه جالبه، میدونم زمین چه، یعنی مثلا میگه او چقدر جالبه، بعد چون خوشش بیاد، چون جذاب باشه اینا رو قبول بکنه، وقت من نگرانم. خب چون مثلا هیچ مقاومتی نکرد، هیچ سوالی نداشت، ممکنه بخاطر اینکه فقط جذابی، بخاطر جالب بودنش و جذابیتش، یا تجربه بعدش از دینش مثلا اینا رو گذاشته بشه کنار. و اگه اینجوری باشه خب فردا ممکنه یه چیز دیگه جذابتر باشه بره دنبال اون. نه میدونی آره بگو. این خیلی درگیر چیزای ماورایی بود، مثلا جن و نمیدونم آدم فضایی ها و اینا، ولی چون رشتهش یکم علمی بود، یعنی رشته تخصصیش یکم علمی بود، واسه something's wrong بود، یه جای کار میلنگید، واسه همین همش دنبال یک جواب میگشت که بخواد چیز کنه، یعنی پایهشو داشت جان، پایه منطقیشو داشت. آره خب آره. بعد واسه دوستم که چند سال طول کشیده بود داشت میگفت من به نکته توجه کردم که الان بعد به نکته توجه کردم، شاید دلیل این که بی خودش شده اون بستنی هست، چون موقعی که نشستیم صحبت میکردیم توی فضای خیلی باحالی، فضای سبز کنارمون بود، بستنی میخورد، بعد میگم احتمالا بعدا تو خاطراتش چون لحظات شیرین بوده دوست داشته تکرار کنه، بعد فکر میکرده خلاصه خواستیم با کسی بحث کنین از بستنی و خوشحالی ها و اینا استفاده کنین. نه من ولی خب اینم البته مهمه، یعنی شما اگه با یه نفر بخواین مثلا بگین عقایدش چرا اشتباهه، اگه باش دشمنی بکنین یه مقدار ممکنه نتیجه برعکس بده، یعنی برای همین اگه احساس بکنین عذاب دوستانه باشه، دوستانه باشه که احساسات خوبی بکنه در برای موضوع بحث کنه احتمالش بیشتر، برای همین میگم با مسلمان ها دشمنی نکنین. مرسی آرمان جان از تبلیغ کفر و از اینکه داری کفر رو گسترش میدی. نه البته این کلن شما وقتی اینو گسترش میدین اتفاقا ما برعکس کفر رو کفر کاریه که مثلا صدا و سیما میکنه، کفر به معنی پوشانندن. نه کفر معنیش بیدینیه، ما داریم کفر میکنیم، افتخارم داریم میکنیم که کفر میکنیم، من مشکلی با کفر ندارم، من کافرم با افتخار. نه خواسته دیندارا خیلی بهشون بر میخوره بگیم شما کافرین چون نمیذارین حقایق و وقایع گسترش پیدا کنه و همه بشنون. نه کفر معنیش دروغ گفتن نیست، اتفاقا کفر حقیقته. حالا به اصطلاح اصطلاحاً درسته، ولی در لغت کافر به کسی میگن که این تو عربی این پوشاننده است. کافر رو قرآن تعریف کرده، کسایی هم که میگن که به قرآن و خدا اینا اعتقاد ندارن. خب آرمان جان من برم سراغ کسای دیگه. باشه.